سلام و آرزوی سلامتی برای همگی. جلسه 16 درس رو خدمتتون ارائه میکنم. این جلسه همونجور گفتم جلسه نسبتا مهمیه. یه در واقع فرمول لاندو رو خدمتتون میگم. این فرمول در واقع زمینه ساز این میشه که به طور کلی بتونیم رابطه آی وی رو برای هر دیوایسی در واقع بیان کنیم. تا اینجا دیدیم که من اگر یک کانال هدایت داشتم تو حالت کلی، در واقع جی صفر کانالمو میتونستم به جی بالستیکش و به طولش نسبت طول به در واقع مین فری پد دیوایس ربطش بدم. دقت کنید این مین فری پدی که اینجا داریم بیان میکنیم، در واقع چند بار تاکید کردم، در واقع مین فری پد بک اسکترینگه. در واقع فاصله متوسطی است که الکترون ها دارن در واقع 180 درجه تغییر علامت میده، تغییر جهت میده. ببخشید. حالا فرض کنید من یه دیوایسی دارم که در این رژیم الاستیک نیست، در رژیم 100% بالستیکه. یعنی من یه الکترونی که یا ذره بارداری که رابطه سورس رو ترک میکنه بدون هیچ برخوردی تا درین طی میکنه. حالا فرض کنید توی کانال یک جایی یک در واقع اسکترینگ سایت قرار میدم. اگه مثال اتوبان بخوام بزنم، در واقع همون اتوبانه که در واقع هیچ جای برگشتی برای ماشینا نمیذاشتم، یک جای فقط دور برگردون تو این فاصله مثلا تهران تا کرج میگذرم. برای که مکانیزم در واقع این اسکترینگ سایت رو بتونم خلاصه کنم، فرض کنید این کل این اسکترینگ سایتی که اینجا توی کانال قرار دادم و در واقع سادهش میکنم به یک در واقع ترانسمیشن کوفیشنت به اندازه تی. ترانسمیشن کوفیشنت، این خلاصه میکنم ذات این در واقع اسکترینگ سایت هم توی پارامتر تی. به این معنی که در واقع الکترون هایی که دارن حرکت میکنن، اگر تعداد الکترون هایی که دارن میرن یک بگیرن به این اسکترینگ سایت که میرسن، در واقع تی برابرشون ترانسمیت میشن و یک منهای تی تاشون رفلکت میشن قاعدتاً، چون هیچ آپشن دیگه ندارن. ماشینا یا دارن دور میزنن یا دارن حرکت میکنن، هیچ در واقع مکانیزم دیگه ای نداریم و کانال کاملا در واقع الاستیکه. و به این ترتیب این در واقع نمایش این یا تعبیر این ترانسمیشن کوفیشنت. حالا دقت کنید که من اگر الکترون های مثلا 100 تا الکترون گسیل میکردم، فرض کنید 80 تاشون عبور میکنن و 20 تاشون برمیگردن. به این ترتیب من اگر کانداکتنس بالستیکی برای کانال میتونستم تعریف کنم، کانداکت بالستیک، الان جریانی که عملا الکترون ها دارن فقط تی برابر اون مثلا 100 تا دارن جریان درست میکنن. یا به عبارت دیگه خیلی منطقی من میتونم بگم انگار تی رو اینجوری تعریف کردم که در واقع نسبت جی صفر به در واقع جی بالستیک، یا میزان در واقع جریان دهی این کانالم با این اسکترینگ سایتی که به این ترتیب با این تعریف اضافه کردم، یه فاکتور تی انگار توش ضرب میشه. مثل اینی که بگم الان در واقع این فاکتور لاندالویه که به اضافه لاندام توی این کانال خاصم در واقع برابر تیه. اینا همه گزاره های هم ارزی. من در واقع یک اسکترینگ سایت رو به این ترتیب تعریف کردم برای یک کانالی در واقع به طول ال. حالا من اگر میخواستم در واقع با همون چیزایی که از در واقع کمیکال پتانسیال، حالا چه کمیکال پتانسیال رونده در جهت مثبت و چه رونده در جهت منفی توی کانال رسم کردم، اینجوری بود که اون الکترون ها که هیچ در واقع اتفاقی براشون نمیافتاد تا به این اسکترینگ سایت میرسن. توی اسکترینگ سایت باید یه جوری میشد که در واقع احتمال حضور الکترون ها اون ور اسکترینگ سایت تی برابر این ور باشه. یعنی این ور اگه یک بگیرم، این و بعد از این میرسه به عدد تی، اینجا رو یک بگیرم. و همین ها جای دیگه که نرفتن برگشتن، لذا اینجا که هیچ الکترونی دوباره الکترونی که از راست به چپ بیاد نداریم، این اسکترینگ سایت باعث میشه که این ور اسکترینگ سایت این ور، اینجا رو دور برگردون بگیرم، اینو کرج تهران بگیرم، اینجا هیچ ماشینی که از تهران خارج میشه نداریم، ولی به دلیل برگشتن ماشینا تو این دور برگردون اینجا، یه تعداد ماشین
در واقع تو این خط اینوری حرکت میکنه که اندازهشون رو میدونم، اندازشون یک منهای تی، اگه اینو تی بگیرم اینجا یک منهای تی. لذا من میو پلاس و میو ماینس رو میتونم به این ترتیب از پیوستگی میو دو میو یک اکستندش کنم و توی کانال انگار در واقع میو پلاس و میو ماینس هم رو در واقع به این ترتیب رسم کنم. دقت کنید که ما دو جلسه قبل دیدیم که جریان رو میتونستم در واقع به صورت جی بالستیکی اوم در اختلاف میو پلاس منهای میو ماینس بنویسم. گفتم این خیلی راحت تر از این که بنویسیم جی صفر در میو یک منهای میو دو. الان هم میبینید که در همه جای کانال، ببخشید این چرا پاک شد، خب در همه جای کانال چیزی که دارم اینی که اختلاف میو پلاس و میو ماینس همه جا این اختلاف رو مساوی کشیدم، لذا این اندازش برابر در واقع این اختلاف اگه کیو وی باشه این برابر کیو وی تیه و به این ترتیب شما میتونید در واقع این اگه طرف رو آیو به وی تقسیم کنم که جی کانالم رو بخوام به دست بیارم، انگار جی کانال هم میشه جی بالستیک در تی. یعنی حالا اگه اینو تعریف تی میگرفتم این میشد نتیجهش، اگه اونو تعریف میگرفتم این میشد نتیجه که از این یکتایی که میان تی تاشون برمیگرده هر کدوم بگیم. خب اگر میخواستیم برای در واقع اسکترینگ ساید مقاومت تعریف کنیم، این دقت کنید این چیزی که اینجا نوشتم کاندکشن کل چنلم. اگه میخواستم برای خود این اسکترینگ ساید مقاومت تعریف کنم ببینید چقدر بود. در واقع افت ولتاژی که این دو سر دارم، افت ولتاژی که این دو سر دارم اگه بگیم دلتا وی برابر با وی در یک منهای تیه و به این ترتیب اگر جریان که از اینجا میگذره آی تو همه مقاطع آی که از اینجا دارم، آی که از این رابطه اینجا دارم، اگر به این ترتیب من در واقع کانداکشن در واقع اسکترینگ سایتم رو میخواستم بگم، این برابر میشد با اندازه آی روی این دلتا وی که دو سر همین در واقع اسکترینگ سایت افتاده و به این ترتیب خود دلتا وی را مگه وی در یک منهای تی قرار بدم و با این رابطه جای گذاری کنیم میشه جی بالستیکتون در تی روی یک منهای تی. اینا در واقع کانداکشن هاست، کانداکشن کل چنل و کانداکشن در واقع اسکترینگ سایت. اگر رزیستنس رو می نوشتم در واقع عکس این رزیستنس کل کانال هم می شد در واقع آر بی، یا آر بی بگم عکس این در یک تیوم و آر اسکترینگ سایت هم اگه می خواستم بگم می شد در واقع آر بی در یک منهای تی تیوم. به این ترتیب مثل اینه که اگه میخواستم برای کانالم مقاومت بکشم، مثل این بود که من یک مقاومتی در واقع برای اسکترینگ سایت دارم، یه مقاومتی هم توی در واقع اینترفیس ها دارم. خب که این مقاومت های اینترفیس هم در واقع باید یه جور میانشم که کل مقاومتم این میشد و مقاومت اسکترینگ سایت هم میشد. مقاومت اسکترینگ سایت هم دارم میشه آر بی در یک منهای تی تیوم. اگر اینو از کل این کم کنید فقط یه آربی میمونه. آربیتون رو باید نصفش نسبت میدادید اینجا، اگه میخواستید در واقع عدالت رو رعایت کنید نصفش هم اینجا. حالا این یه تصویر در واقع بهتری از این رابطه لاندور به من میده. به این میگیم رابطه لاندور فرمولا. خب باز آقای داتا اینجا در واقع درسش اشاره میکنه که سر این که در واقع مقاومت اگه اسکترینگ سایت بذارید مقاومتتون تی برابر میشه یا در واقع یک تیوم منهای یک برابر میشه یا یک منهای تی تیوم میشه، سر این در واقع به صورت تاریخی بحث بوده. خیلی الان یه چیز دیگه هم که میمونه اینه که چرا اینو به نسبت در واقع یه دوم تقسیم کردم. در واقع مثل اینی که
اون چیزی که من به عنوان میو میبینم در واقع نه میو پلاس، نه میو ماینس، و اینو به عنوان میو میبینیم. یعنی من یه در واقع میوی اینجوری تعریف کردم که باز طبیعتا موازی میشه با هر دوی اونا، چون هر دوی اونا خودشون موازی هن. و میو رو اینجوری تعریف کردم و حالا افت ولتاژ اینجا روی خط بالا بگیرید و پایین فرقی نمیکنه. به این ترتیب مقاومت اسکترینگ سایت هم میشه همون آربی در یک منهای تیتیوم، و یک دوم آربی رو در واقع به اینجا نسبت دادم، یک دوم آره بالستیک هم در واقع به اینجا نسبت دادم. این میشه در واقع منطق ما برای کشیدن این در واقع دیاگرام در واقع کاندکتنس. اگه بخوام بگم یه بار دیگه میگم، شما اگر یه اسکترینگ سایت در طول کانال تعریف میکردید که در واقع ترانسمیشن کوفیشنت به اندازه تی داشت، اینجوری بود که این موجی که میومد تی در واقع احتمال عبور موج یا درصد عبور موج تی بود و درصد رفلکشن موجی که منهای تی بود. به این ترتیب من میتونم با این فرض در واقع میو پلاس و میو ماینس هم رو رس کنم. با دونستن این در واقع شما میتونید در واقع کاندکشن کل چنل رو اینجوری به دست بیارید. این نتیجه بود که از اولم در واقع انتظار داشتیم، این تعریف در واقع ترانسمیشن کوفیشنتمون بود گویا. حالا خاص من جدا کردم و میخوام در واقع یک رزیستنسی به این اسکترینگ سایت نسبت بدم که اگه بخواید به اسکترینگ سایتتون یه رزیستنس نسبت بدید برابر با آربی در یک منهای تی سفتیومه. خود آربی از کجا میاد؟ شما آربی در واقع از اینجا میاد که کل کانالتون انگار تعداد چنل های هدایتش چقدره. شما اگر اتوبانتون در واقع 4 لین داشت یا 8 لین داشت، در واقع انگار این مقاومتی که اینجا ایجاد میکرد یه جوری نسبت تناسب داشت، حالا کاندکتنسش انگار نسبت تناسب داشت با تعداد چنل های در واقع هدایتتون. خیلی حالا سوال اینه که کدوم یکی از اینا درسته؟ این خط قرمزی که اینجا کشیدم در واقع معنی درستری داره، یا این خط های سبزی که کشیدم، یا به عبارت دیگه من اگر یک بار دیگه بذارید این نقاشی رو اینجا تکرار کنیم، اگر من در واقع یه وسیله‌ای برای اندازه‌گیری داشتم، فرض کنید من یک اسکنینگ تانلینگ پراب داشتم، مثلا یه پرابی داشتم که میتونستم در واقع اسکن کنم این در واقع طول کانالمو و مثلا بتونم در واقع کیمیکال پتانسیال اندازه گیری کنم. دقت کنید، من فرض کردم که میتونم در واقع اون چیزی که شما دیدید مثلا پروب احتمالاً میتونه ولتاژ رو بخونه. فرض کنید من یک در واقع پروبی دارم که وقتی این بالا میذارم این به تعادل میرسه و میو پیشو در واقع داره میوپی در واقع چنل تعیین میکنه توی نقطه خاص، و حالا اگر اسکن میکردم میخواستم ببینم این میو پلاس رو میبینم یا میو ماینس. اگر برای این در واقع پروب اینجا، پروب ولتاژ اینجا میخواستم مدلی استخراج کنم، چون پروب ولتاژه پس در حالت در واقع ایدئال از اینجا جریانی عبور نمیکنه، خب قاعدتا اگه پروب خوبی باشه، و اگه میخواستم یه مدل مداری بگم اینجوری بود که این در واقع میو پی در واقع پروبم، این میو پی اندیس پروبه، یه ربطی داشت در واقع به میو پلاس، اینو بگم میو پلاس و میو ماینس. در واقع من توی کانالم یه سری الکترون رونده توی این ور دارم، یه سری الکترون رونده توی این ور دارم که برای اینها یه کیمیکال پتانسیال تعریف کردم، برای اونها هم یه کیمیکال پتانسیال دیگه. قاعدتا این به این دو ربط داره، و حالا مسیری که به این دو ربط داره رو من میتونم با دو تا مقاومت در واقع نشون بدم. این بگم مقاومت مثلا یا کاندکتنس در واقع ربط ارتباط بین الکترون هایی که این وری میرن و این تانلینگی که این پروب میتونه ایجاد کنه، و به همین ترتیب برای اینی که الکترون ها به ترتیب اینا رو جی پلاس جی ماینس اگه اس بذارم و جریان اینجا رو اگه صفر بگیرید
در واقع میتونید برای این گره یک KCL بنویسید و KCLتون بهتون میگه که G پلاس در مثلا میو پلاس منهای میو پی به اضافه G ماینس در میو ماینس منهای میو پی باید صفر باشه. این به این ترتیب میو پی یک در واقع وزن متوسط گیری وزنی بین G پلاس و G ماینس دیگه از میو پلاس و در واقع میو ماینس. اگه اینجوری بخوام بگم اگه این رسوش دارم مثلا آلفا، این یکی میشه در واقع یک منهای آلفا. حالا فرض کنید که آلفا هم یک دومه، یه فرض معقولی که میتونیم انجام بدیم این که آلفا همون یک دوم باشه و چیزی که پروب اینجا اندازه گیری میکنه در واقع همین خط قرمزی است که اونجا کشیدم و دقیقا وسط اینا، یعنی چیزی که اندازه گیری میکنیم در واقع همین میوی هست که متوسط میو پلاس و میو ماینس. اگه آلفا به یک در واقع نزدیک بشه اون چیزی که اندازه میگیره در واقع میو پلاسه، اگه آلفا به صفر نزدیک بشه میو ماینسه. پس این یه جوری با این آیدات ها میخواد بگه که این که چی اندازه میگیره پروبتون در واقع به ماهیت این ربط داره که این چه نوع کاپلینگی در واقع بین الکترون های رونده در جهت مثبت و این ذات پروبتون هست و این منفی. اگه پروبتون فقط داره تانلینگ الکترون اندازه میگیره و هیچ خاصیت مغناطیسی نداره، انتظارمون اینه که در واقع آلفا یک دوم باشه، اون چیزی که در واقع انتظار داریم و احتمالاً هم به این نزدیکه و این در واقع این فرض که اونجا کردم که میو رو وسط گرفتم و در واقع مقاومت رو اینجوری تقسیم کردم، یه آربی دوم اینجا گذاشتم، آربی دوم و یه آربی دوم که تا اینجای درس هم این کار کردیم، حالا میتونیم یکم در واقع راجبش توضیح بدیم که در واقع چرا این کار کرد. این پروب در واقع پروبی که فرض کنید یه اسکنین تانلینگ پروبی که داریم یه پروب در واقع نان اینویسیوه، هیچ در واقع تماسی با چنلمون نداره و کار نمیکنه. قدیمتر شما احتمالا تو دالا درس در واقع میجرمن نمیدونم یه چیز اینجوری اسم مثلا 4 پوینت پروب رو شنیدید، یه چیز اینجوریه که حالا فرض کنید دوتا پوینتمون به عنوان سورس استفاده میشه، دوتا پوینت دیگه دارن میجرمنت رو انجام میدن، یعنی مثلا یک جریانی بین ولتاژی بین این دوتا کانتکت برقرار میکنید و اون دوتا کانتکت دیگه اندازه‌گیری میکنن و اینجوری میتونن خاصیت مثلا ماده رو در واقع اندازه‌گیری کنن. این تو حالت کلی بین جریان این چهار تا پایه 1 2 3 4 و ولتاژی که اعمال کردیم که ولتاژ رو یه رابطه در واقع خطی بین ولتاژ در کمیکال پتانسیال توی در واقع استدی استیت داریم میتونیم برقرار کنیم. مثلا میتونم بگم که جریان I1 I2 I3 I4 رو به ترتیب توی مثلا یه وکتور چهار تایی بذارم، بگم این رابطه‌ای داره، مثلا یه ماتریس کانداکتنسی میتونم با میو 1 میو 2 میو 3 و میو 4 بگم. در واقع فرض کنید اینا وکتور V1 V2 V3 بود، اگه وکتور V1 V2 V3 بود اینشون ماتریس کانداکتنس، در واقع بین میو ها و وی ها در واقع یکیوم فاصله است، این یک کیوم میو ها میشه. حالا اینجا این ماتریسی که اینجا میبینید ماتریس کانداکتنس، همون چیزی که توی جناب مدار یکم دیدی G1 2 G1 G2 1 G1 3 ببخشید G1 4 و G ببخشید اینو باید 2 1 میذاشتم، اینو نه چی شد درست بود دیگه جی ببخشید چشته باشه G1 2 G1 3 G1 4 همینجوری G2 1 G2 2 همینجوری فرض کنید عدد رو تا تر بذارید، یه ماتریس در واقع 4 در 4 دارید، اینا هم وکتورهای در واقع 1 در 4تون هستن. خب از که این مقدار بودشت این رابطه به اسم رابطه بوتیکر ایکویشنه، یه چیزی معادله در واقع KCLی که ما برای یک گره داریم. دقت کنید این ماتریس جی که اینجا گذاشتیم هر شکلی نمیتونه باشه برای که فیزیکی درست باشه. مثلا اینکه شما اگر
همه این چهار تا در واقع گره ولتاژیتون رو توی یک ولتاژ قرار بدید، قاعدتا به طور مداری این وکتور جریان باید صفر باشه. یعنی این به این معنیه که در واقع جمع جی آی جی ها در واقع توی یک سطح باید صفر باشه. با همین استدلال میتونید بگید که چرا باید جمع در واقع یک ستون دوباره صفر باشه. و یه چیز دیگه که رابطه ماتریس جی میتونم بگم، ما تو مدار البته اگر از یک گراف شروع میکردیم و براش ماتریس جی مینوشتیم، ماتریس جی مون و ترانسپوزش برابر بود، یعنی در واقع جی آی جی با جی جی آی برابر بود. اینجا لزومن اینجوری نیست، هرچند که خیلی وقتا هست، ولی مثلا شما اگه یه ماده مغناطیسی داشته باشی میتونست در واقع کاندکتنستون مثلا مثالی زد که مثلا جی یک دو در حضور میدان مثبت با جی دو یک در حضور میدان منفی برابر باشه، یعنی میدان از اون ور باشه باید جا به جا میکنید مثلا برابر باشه. و تو حالت کلی فقط اینو در نظر بگیرید که این در واقع ماتریسمون جی و جی ترانسپوز در واقع لزومن مساوی نیستن. خب لزومن خیلی وقتا هم هستن. حالا در واقع اون چیزی که ما داریم خیلی وقتا اینه که اینها وسیله میجرمنت هن، یعنی اینجا داری میجر میشه. وقتی این داره میجر میشه دوباره با همون چیزی که گفتم تو مثال قبل، اگه وسیله اندازه‌گیری ولتاژه احتمالا جریان این دو پایه یک و در واقع سه در واقع صفره. بلکه بشه این معادله حل کرد، شما اگر ماتریس جیتون رو داشته باشید، شما هر ترکیب ولتاژی به من بدید من جریاناتون رو میدم، یا اگه جریان این وکتور رو بدید در واقع این وکتور میدم. اما عملا توی اندازه‌گیری 4 پوینت پروب ما ولتاژ این دوتا رو داریم، ولتاژ اون دوتا مجهوله، یعنی این دوتا انگار معلومن، اینو دارم اینا مجهولن، ولی چیزی که معلومه اینه که این صفره و اینم صفره. خب هنوز چهار تا در واقع ورودی دارم و چهار تا مجهول دیگه رو میتونم از روش حساب کنم، یعنی جریان آی1 آی2 و در واقع این ولتاژ اینو میتونم به هم ربط بدم. و اون اینجوریه که حالا برای که نمایشش ساده تر بشه، فرض کنید من این وکتور جریان 1-2 رو، حالا چون این جریان 1-2 دیگه یکی میشه، این جریان اینجا نداریم، KCL به من میگه این جریان در واقع 1-2 یک جریانه، اسمش رو مثلا I1-2 جریان I3-4 هم توی وکتور دیگه میذارم و این میدونم صفره. این ماتریس اینجا رو اسمش میذارم اینو میذارم B، این ماتریس اینجا رو میذارم C، اینو D برای که بتونم راحت‌تر بنویسم، و اینم اسمش رو میذارم μ1-2، اینم میذارم μ1-3-4. اون وقت در واقع همین اگه یه بار دیگه بخوام بازنویسی کنم، I1-2 I3-4 هم اینا خودشون یه وکتور، هر کدوم از اینا وکتور انتقاد کنیم، کل این میشه همون 4-1، میشه یه ماتریس اینجوری که بازم این ماتریس 4-4 و هر کدوم از این ABCD هایی که اینجا نوشتم ماتریس های 2-2 هستن و اینا هم وکتور های در واقع 2-1 هم هستن. 3-4 الان فرض کنید که این رو یه وکتور 0-0 شما به جای این قرار بدید و طرف این وسط این کنید، میتونید نشون بدید که در واقع این سطر C، این سطر C میو 1-2 به اضافه D میو 3-4 باید 0 شه، اگه با این فرضی که گفتم. یعنی الان شما در واقع ولتاژ اعمالیتون بین سر 1-2 هست، سر 3-4 هم سرای اندازه‌گیریتونه در واقع پروبتون، و شرط این حتما باید اینو ارضا کنه. به این ترتیب شما اگر میو 3-4 رو بخواید بر حسب μ1-2 حساب کنید، μ3-4تون میشه منفی در واقع معکوس D در C در μ1-2. یعنی دقت کنید هر کدوم از اینا در واقع یه متریکس های 2-2 هستن، حاصلش هم میشه متریکس 2-2 که اگر اینو جایگذاری کنم تو رابطه بالا، من میتونم نشون بدم I1-2 رو اگه بخوام بر حسب μ1-2 بنویسم میشه یه همچیزی A منهای B D منفی 1 C μ1-2. به این ترتیب میتونه نشون داد که جریانمون در واقع متناسب میشه با μ1 منهای μ2 و 1
در واقع فاکتور خالی اینجا که یه استپم قبلش باید نشون بدم. اگر شما این کل این ماتریسی که اینجا هست و اسمشو بذارید G، میشه نشون داد که این حتما باید G0 منفی G0 و منفی G0 باشه، چون دوباره باید توی این در واقع این خاصیتی که اینجا گفتم بگنجه. و حالا اگر در واقع جریان رو بر اساس ولتاژ بنویسی، جریانی که بین این دو پایه رد میشه آی، اگه بر اساس ولتاژ مالی بخواد نشون بدید، در واقع میشه G0 کیوم میو 1 منهای میو 2 که خود این کیو برابر ویه. به این ترتیب در واقع جریان رو میشه به اختلاف کمیکال پتانسیال این دو تا ربط داد و اون چیزی که اندازه میگیریم و دوباره به پارامترهای این ماتریس جی. این چیزی بود که در واقع خلاف انتظار مون. فقط این رابطه تهی اینجا رسیدیم که قبلا دیده بودیم که خود این جی صفر در واقع انتگرال دی ای منفی اف صفر به منفی روند ای در واقع جی بالستیک چنله. یعنی این جی هایی هم که توی این ماتریس اولیه 4 در 4 بود، خودشون در واقع بهتر بگم یه متوسط گیری شده از جی صفر هستن، هول و هوش در واقع اون کمیکال پتانسیال، حداقل در لو بایاس. اینا چیزایی که قبلا دیدیم، حداقل در لو بایاس این پارامترایی که برای کانداکتنس گذاشتیم تو این رابطه در واقع متوسط گیری شده کانداکتنس هول و هوش در واقع کمیکال پتانسیال من هستن. خیلی خب، من کاری که این جلسه کردم و یک بار دیگه توضیح بدم این بود که اومدم این رابطه حالا لانداو رو درایف کردم که رابطه نسبتا مهمی است و برای اسکترینگ سایت من عملا تونستم در واقع مقاومت استخراج کنم یا کانداکتنس در واقع در بیارم و مفهوم اسکترینگ سایت رو بعدا ازش استفاده خواهیم کرد برای که بتونیم در واقع رابطه آی وی همه دیوایس همون رو در واقع درایف کنیم. و سوال این بود که حالا این نقاشی که اینجا کشیدم عملا با فرض این بود که این کمیکال پتانسیالمو متوسط کمیکال پتانسیال در واقع مثبت و منفی گرفتم. بلکه اینو توضیح کنم، در واقع اینجوری بود که شما اگر میجرمنت هم انجام میدادید واقعا با یک مثلا پروب نان اینوسیو، چرا احتمالا چیزی که اندازه میگرفتید نزدیک بود به اگه کمیکال پتانسیال اندازه میگرفتید، نه پتانسیل الکتریکی، اگه کمیکال فرض میکردم یه پروبی دارم که داره کمیکال پتانسیال اندازه میگیره، احتمالاً کمیکال پتانسیال که اندازه میگیره به همون متوسط میو پلاس و میو ماینس نزدیکتر بود تو حالت کلی. حالا اگه مثلا یه پروب 4 پوینتی هم داشتیم که هنوز داره کمیکال پتانسیال اندازه میگیره، من میتونستم در واقع روابط رو درایف کنم یا به عبارت دیگه همه KVKCL ها رو بریزم توی رابطه اینجوری. و تنها نکته اینه که حالا اون در واقع کانداکتنس مقادیری که توی این کانداکتنس متریکس قرار میدیم در واقع مقادیر در واقع متوسط گیری شده با همون تعریفی که از لو بایاس داشتیم. خیلی خب، خسته نباشید.